بسم الله الرحمن الرحیم سلام بر دوستان عزیز و نازنین همسران جوان و کسانی که در آستانه تصمیم بزرگ ازدواج هستند سخن امروز ما در مورد منابع استرابزا در خانواده و نحوه مدیریت این منابع است استراب و دلشوره میتواند زندگی ها رو تحت تأثیر منفی قرار اما منابع اضطراب چیا هستند؟ منابع اضطراب یا منابع انسانی هستند یا منابع محیطی؟ منابع انسانی عبارتند از والدین، تیف اقوام و آشنایان. منابع محیطی عبارتند از تبلیغات، پروپاگانداها و رسانه‌ها که میتوانند در زندگی ها ایجاد اضطراب کنند. چگونه عرض خواهم کرد؟ سومین نکته از منابع اضطرابی تخیلات و رویا پردازی ها و استرس های اقتصادی است و چهارمین منبع از استراب ها که وارد خانواده ها میشه تأخیر بیدلیل در فرزندار شدن است. پس این شد منابع اضطراب برای زندگی هایی که به خصوص سالهای اولیه خودش رو داره طی میکنه. پس شد منابع انسانی، منابع محیطی، تخیلات و رویا پردازی ها و تأخیر بیجا و بیدلیل در فرزنددار شدن اما منابع انسانی استرابزا چه کسانی هستند طیف اقوام آشنایان و انسانهایی که پیرامون ما زندگی میکنند میتونند در ما استراب ایجاد کنند راه جلوگیری از این استراب ها چیست تا می توانید زندگی خودتون رو و زندگی داخلی خودتون رو اما از گفتگوها اختلاف نظرها تصمیمها پلنهای حال و آینده رو برای دیگران باز نکنید دیگران همیشه مشاورین خوب یا حتی شنوندگان امینی نیستند گاهی اوقات حسادت و رقابتی در اونها برانگیخته میشه و وارد زندگی شما میشن و اضطراب ایجاد میکنن حتی پدر و مادر شما عروس و داماد عزیز جز در مواقعی که فکر میکنید مشورتشون و ورودشون میتواند مؤثر و مفید باشد اونها رو در زندگی خودتون به لحاظ ورود و دخالت صحنه پرداز نشوید و محل جولان براشون ایجاد نکنید انسان ها می برای انسان ها استراب انگیز باشند زمانی که بی جهت وارد حریم های یکدیگر می پس حریم زندگی خودتون رو داشته باشید تصمیمات بزرگتون رو جز با افراد بیطرف و غریبه به مشورت نگذارید افراد آشنا جز در زمانهایی که احساس می کنید می توانند به عنوان یک کارشناس به شما نظر بدن نباید وارد زندگی شما بشن چون معمولا ورود بیش از حد نزدیکان اما از پدر، مادر، اقوام، همسایگان، آشنایان به زندگی ها معمولا استراب وارد میکنه و تزریق میکنه در میان زوجین جوان نکته دوم منابع محیطی و تبلیغات است خودتون را از معرض تب تبلیغات و پروپاگانداهای رسانه ای حتی دور نگه دارید زندگی های تازه تشکیل شده که امروز در معرض رسانه هاست در معرض چینش و شوقافرینی و اتش زایی های کازه به اینستاگرامی است اینها در معرض آسیب قرار بگیرند دلیلی ندارد شما زندگی خودتون رو رسانه ای کنید و از رسانه ها الگوهای بی حد و مرز بپذیرید اینها استراب وارد زندگی شما میکنه اینکه هر عکسی رو دنبال کنید هر هیستوری یا هر استوری رو دنبال بکنید چون هیستوری ها تاریخ زندگی گذشته مردم استوری ها وقایع جالب امروز زندگی ها اینها شوق های کاذب کاذب می آفریند مقایسه های کاذب و بیجا در زندگی ها وارد می کند و موجب می شود که انسان ها از واقعیت زندگی خودشون منصرف بشن پس رسانه ها می توانند به عنوان یکی از منابع استرابزا معرفی بشن و پس مدیریت بشوند نکته سوم تخیلات و رؤیا پردازی ها دلشوره های آینده استرس های اقتصادی، بلند های دست نیافتنی، مقایسه زندگی خود با زندگی دیگران، همه اینها استرس است که ما خودمون وارد زندگیمون میکنیم. ما باید بر اساس کف حد اقلی زندگی که قناعت های اولیه به اضافه کوشش و تلاش ثانویه رو همراه هم میکنه، ما با این امتزاج و با میکس این دو مقبوله در اول ازدواج، یعنی قناعت و تلاش. آینده زندگی پرباری رو برای خودمون سامان بدیم و با امید و توکل به این آینده نگاه بکنیم بدون اینکه تخیل، توهم، استرس، ناامیدی یا بلند پروازی های بیجا رو وارد صحنه زندگیمون بکنیم نکته چهارم تأخیر در فرزنددار شدن کسانی که فرزنددار شدن رو بیجهت به تأخیر میاندازند یا با دلایل و توجیهات واهی که فعلا توانایی نداریم فعلا روزیمون نمیرسه که البته روزی رسان خداست فعلا شرایط برای تربیتش فراهم نیست هنوز تحصیل تمام نشده ممکنه بخوایم مهاجرت بکنیم تمام اینها رهزن اندیشه است برای تأخیرهای بیجا در تولد یک فرزند شما بدانید که هرچه فرزند آوری رو به تأخیر بیاندازید دلشوره و استرابتون برای فرزنددار شدن بیشتر می شود زمان بهینه و اپتیموم برای اولین فرزند دیگه ماکزیموم دو سال و نیم سه سال ماکزیموم بعد از ازدواج است حالا زودترش اگر آمادگی باشه اشکال نداره ولی سه سال بگذرد و همچنان خانه شما خالی از فرزند باشد هم شور و شوق رو در زندگی شما کاستی میدهد و هم دلشوره و استراب شما رو برای فرزنددار شدن بیشتر میکند سپاسگزارم از توجه و عنایتی که کردی